چه چیز پای حیات بلندپایه سازمان ملل متحد را به افغانستان کشاند این نخستین بار است که پس از تسلط دوباره امارات اسلامی حیات بلندپایه این سازمان به افغانستان آمده است حالا این حیات با چه پیام وارد کابل شده است تاثیر دیدارهای این حیات با مقامهای امارات اسلامی چه خواهد بود آیا نوسانات در سیاستهای افغانستان در حال رقم خوردن هست و اینکه یخ تامل افغانستان با جهان چی زمان آب می شود را در این برنامه با واقعی خواهیم گرفت میمونه برنامه امروز ما خانم آمنه محمد مامان دبیر, you like, دبیر کل سازمان ملل متحد هستند خورسندیم با شما هستیم و تشکر از وقتتان سلام علیکم بسیار زیاد تشکر چه چیز معاون دبیر کل سازمان ملل متحد را واداشتا به افغانستان بیاید؟ Well, I have been to نخست این که من پیش از این نیز به افغانستان آمده و این بار دوم است که به این کشور می آیم. اما این سفر ویژه است چون هدف ارسال این حیات به شمول من و رئیس بخش زنان سازمان ملل از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به خاطر تعامل با مقام های کنونی از بحر دو ممنوعیت یعنی ممنوعیت زنان از کار و ممنوعیت دختران از آموزش است و تا ببینیم که چگونه می توانیم این ممنوعیت ها را برگردانیم. راههایی را جستجو کنیم تا گفتگو بر چگونگی اعمال حقوق زنان و دختران و همچنان تاثیر آن بر زندگی زنان و همچنان همه افغانها داشته باشیم دوم هدف این سفر اظهار همبستگی بود تا به افغانستان آمده تا با زنان و دختران و مردمان که واقعا مسترف و نگران هستند و نمیدانند که آینده ای آنان چگونه خواهد بود یک جا باشیم سوم ماموریت در اینجا وجود دارد و تعهد این ماموریت از سوی کشورهای عضو این است تا راه برای برگشت افغانستان جامعه جهانی جستجو کنند این سه موضوعی است که ما قبل از سفر به اینجا در کشورهای دیگر بر آن رایزنی کردیم و این پیامی بود که ما در دید و بازدیدهای خود با زنان و مقام های کنونی داشتیم <تصفح> I mean, پرزاش هایی درباره تعامل شما با مقام های کنونی دارم اما قبل از آن و بگونه که شما گفتید شما یک بار در سال 2019 میلادی در زمان جمهوریت به افغانستان آمدید حالا نزدیک به چهار سال بعد دوباره به اینجا سفر کرده اید این بار چی چیزها به شما خوشایند و چی چیز به شما ناخوشایند بود؟ 2019, در سال 2019 که آمدم حکومت وجود داشت که بگونه کامل در ولایات و سراسر سر کشور در تعامل بود مردم و زنان در آن شرکت داشتند ما یک حکومت همشمول و چهره از افغانستان را که همه در آن نمایندگی می کردند را دیدیم چیزی که من حالا بلافاصله توقع دیدن آن را دارم زنان است که حالا غیر قابل مشاهده هستند و بر من اثر زیادی گذاشته است بزرگترین نگرانی و دلواپسی این است که این کشور به با گونه بالقوه حقوق نیمی از جمعیت را در ملت سازی و ایجاد یک مکان صلح آمیز از دست می دهد. این بزرگترین تفاوت است. شما برخی از مقام های کنونی از جمله سرپرست وزیر و خارجه را دیدید. به قندهار سفر کرده و شما را از مقام ها را در آنجا ملاقات کردید. با رئیس جمهوری پیشین کرزی و عبدالعبدالله نیز دیدار را داشتید. چی پیام به آنان داشتید و پاسخ آنان به شما چی بود؟ من افتخار دیدن کرزی رئیس جمهور پیشین و همچنان دکتر عبدالله عبدالله را داشتم. پیام بسیار واضح بود. علت آمدن ما به اینجا تصامیم است که از سوی مقام های کنونی گرفته شده و جامعه جهانی نگران آن است. برای گفتگو در این موارد بهترین مکان جاست و به نمایندگی از آنان که از حقوق بنیادیشان همچون حق, حق آموزش حق مشارکت در مسائل اقتصادی و کار محروم شدند گوی داشته باشیم این پیام هایی بود که داشتیم و همچنان گفتیم که نرم و پیمان های جهانی وجود دارند که افغانستان بخش از آن بوده و بر آن اعتقاد داشته و بدانیم که چرا آنان چنین تصامیم را اعتخاذ کردند. why they took those decisions we need to convey the implications of those decisions uh, they are شما پاسخ از آنان دریافتید Yes I did I mean, دریافتم از هر وزیر و از سفری که به کندهار داشتیم پاسخ دریافت کردم و گفتند که پیشرفت های زیادی در مسائل امنیتی حقوق زنان و موارد دیگر داشتند و حالا از جامعه جهانی توقع دارند تا آن همه را ستایش کرده و به سمت گفتگوهای سیاسی حرکت کنند در حالی که آنان این ممنوعیت ها را موقت و تا اطلاع ثانوی میدانند اما پاسخ من این است که اطلاع ثانوی ممکن 50 سال بعد باشد نیاز داریم تا زمان مشخص وجود داشته باشد که آنان محیط بهتر را برای کار و آموزش مهیا سازند اطلاع ثانوی به همه استراب می دهد و ویژه به آنان که بخش بشری را پشتیبانی می کند در سال 2022 میلادی ما با 23 میلیون افغان رسیدگی و ارائه خدمات کرده ایم اما این کار امروز امکان پذیر نیست نه به خاطر که مردم پول را گرفتند بلکه زنانی که به زنان دیگر خدمات رسانی می کردند را باز داشتند که در نهایت کودکان و حتی مردان از آن رنج خواهند برد. حکومت سرپرست و جامعه جهانی دو دیدگاه و تعریف جداگانه از حقوق بشری دارند حکومت سرپرست میگوید که حقوق بشری نسبت به زمان جمهوریت بهتر تامین شده است پرسش این است که سازمان ملل متحد چه تفسیری از حقوق بشری دارد فکر می کنم یک بسته مختلط را دیدیم. ایم. فرمان های زیادی را از سوی مقام های کلونی که حق در آن داده شده است را همچنان دیدیم. اما هنوز هم منتظریم که آن حقوق از جمله حق میراث و عفو عمومی چگونه تطبیق می شوند. در حالی که آنان این حقوق را دادند، اما حقوق دیگری را از زنان پس گرفتند. از این رو یک بسته مختلط را دیدیم و نیاز است تا با آنان درباره نرم های جهانی که باور دارم افغانستان و مقام های کنونی می خواهند بخش آن باشند تا اما به خاطر بودن بخش از آن، نرم، اصول و قواید وجود دارند که همه از 193 کشور با آن شرکت می کنند. Uh, that... طالبان ادعا می کنند که حقوق بشر بر اساس شریعت و قوانین اسلامی تطبیق شده و زمانی که حقوق بشر بر اساس شریعت اسلامی تطبیق شده باشد، چرا باید جامعه جهانی بر آن اعتراض داشته باشد؟ Then why the international Well, I don't think it's so much. I think there's a lack of clarity as to what um, what they mean. فکر نمی کنم مسائل زیاد باشد اما فکر می کنم که عدم روشنی مبنی بر این که منظور آنان از شریعت چی است وجود دارد در همسایگی و سطح بین المللی مکاتب گوناگونی در تفسیر عقیده و باورها وجود دارد ما در جامعه جهانی چالش هایی را در تفسیر از مسائل که آسیب می رساند می بینیم این چیز است که اسلام می گوید اسلام دین صلح و همزیستی است پس شما این رفتارها را سیاسی می دانید تا دینی؟ فکر می کنم که سیاست در همه چیز است. به شمول دین؟ یقینا نه تنها در افغانستان بلکه در همه جهان سیاست و دین استفاده می شوند. خب شما تصامیم اخیر مقام های کنونی را چی می نامید؟ خب آنان باور دارند که اسلام را از دید خودشان تفسیر می کنند. من به عنوان یک مسلمان می دانم که این در کشورهای دیگر اسلامی وجود ندارد چون آموزش حق بنیادی زنان، مردان و همه است. ما در زمان قرار داریم که هیچ کشوری نمیگوید که آموزش حق زنان نیست. آنان نیز حق آموزش را انکار نمی کنند اما می گویند که بر اساس شریعت اسلامی باشد. چیزی که شما می گوید تفسیر خودشان است. As you said, they have their own interpretation. there are many, there are many rights a nation has to how it wants to govern itself and, and its its sovereignty. حقوق زیاد وجود دارند که یک حکومت چگونه میخواهد حاکمیت کند زمانی که شما عضو یک خانواده باشید برای همزیستی برخی از اصول ارزش ها و توافقات وجود دارد و خانواده جامعه جهانی نیز نرم و استانداردهای هایی دارد که افغانستان امروزی با آن سازگاری ندارد باید گفتگوی در این باره داشته باشیم که شما نمی توانید زنان را از مشارکت در کشورشان محروم کنید آنان شهروندان این کشور هستند و حق دارند اگر آنان آموزش نبینند قدرت مشارکت را نخواهند داشت و همچنان در محیط کاری نخواهند بود که به زنان دیگر ارائه خدمات کنند چیزی که دین و فرهنگ نیز ایجاب می کند و این قابل قبول نیست شما این نگرانی ها را با مقام ها در میان گذاشتید می خواهم تکرار کنم که پاس خانان چی بود آیا آنان پابند تعهداتی هستند که به با باور جامعه جهانی با آن صورت گرفته و این که تجدید نظر بر تصامیمشان می کنند آنان در همه گفتگوهایشان میگویند که می خواهند به جامعه جهانی برگردند و پیشرفت های در خصوص آموزش دختران و کار زنان داشتند. می میگویند ساختار را اجرایی کنند که زنان را در محیط کاری و آموزش محافظت کنند خب این چیز نادرست نیست مگر اینکه بگویند که تا سناوی سانوی و تعلیق زندگی نیمه از پیکر جامعه <متحنت> um, puts on hold half of this population's life. <سؤال> آیا حکومت سرپرست در بدل تجدید نظر و لغو و تصامیمش خواسته های از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی داشت؟ <سؤال> no, they did not demand. they demanded, uh, نه خیر. آنان کدام خواست نداشتند خواست آنان درک آنچه آنان انجام میدهند بود و گفتند که به مرور زمان آن را حل خواهند کرد خواست دیگرشان این بود که ما باید بپذیریم که آنان در موارد پیشرفت های داشتند و کمک های بشری را نباید سیاسی بسازیم پاسخ من این بود که قوانین در امر انتقال کمک های بشری وجود دارد یکی آن عدم تبعیض و محرومیت زنان است که در صورت وقوع آن این کار امکان پذیر نیست پرسش هایی درباره کمک های بشری به افغانستان دارم پرسش اخیر من درباره حقوق بشری این است که همزمان با سفر شما به افغانستان و تعداد یازده تن که 9 در کندهار و دو تن دیگر در بدخشان شلاق زده شدند آیا در این شلاق زدن پیامی به شما هفته بود یا نه تصادفی بود برخی هم این را در قوانین اسلام به عنوان یک اقدام انضباطی تفسیر کنند اما برای ما این قابل قبول نیست و شما مخالفان هستید یقینا که هستم شلاق زدن مردم که شما به آن اشاره کردید و اینکه چه چیزی عقب آن نهفته بود را با آنان بحث نکردم اما چیزی که با آنان مورد بحث قرار گرفت حقوق زنان آموزش دختران و برگشت زنان به کار و اهمیت آن بر زندگی مردم بود اگر طالبان تجدید نظر بر تصامیم اخیرشان بر ممنوعیت کار زنان و آموزش دختران نکنند گام بعدی برای سازمان ملل و جامعه جهانی چی خواهد بود تحریم انزوا یا گزینه دیگری این رخ نداده است به این خاطر از آن پذیرایی نمی کنیم چیزی که ما انجام می دهیم این است که با مقام های کنونی از بحر این که تضمین شود این همه رخ نمی دهد تعامل کنیم دو ممنوعیت صورت گرفت و تلاش می کنیم که چگونه می توان آنان را واداشت تا بر آن تجدید نظر کنند ممکن ممنوعیت های دیگری نیز در راه باشند ما تلاش می کنیم که تا های با آنان داشته باشیم که ممنوعیت های تازه رخ ندهد باید تعامل دوامدار از همسایه ها سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل وجود داشته باشد ما اینجا هستیم و تلاش می کنیم که پل میان آنچه افغانستان نیاز دارد و جامعه جهانی توقع دارد را بسازیم و اگر ممنوعیت های بیشتر بر زنون شود ما به خاطر بازپسگیری آن با آنان صحبت می کنیم تا چه زمان گفتگو می کنید تا زمانی که حقوق زنان را دوباره به دست بیاوریم تا زمانی که نیاز باشد تسلیم نمی شویم می کمک می کنیم و ما افغانستان و زنان آن را همراهی می کنیم و اگر آنها نپذیرندو هیچ عمید هم باقی نماند همیشه امیدواری است تا زندگی است امید هم است و شما با آنان صحبت کرده طرز تفکر و اندیشه آنان حالا چگونه هست؟ من نیامدم که با آنان درباره پس نگرفتن تصمیمشان صحبت کنم آمدم که صحبت کنم تا این تصمیم لغو شود آمدم که صحبت کنم که پیشرفت هایی که صورت گرفته بیشتر شود تطبیق قوانین سرمایه گذاری های بیشتر در زراعت و خصوص اگر از سوی جامعه جهانی صورت می گیرد آنها بدانند که زمینه به این سرمایه گذاری است جامعه جهانی از یک سال و نیم به تلاش کرده است که بر آنان تحریم وظع کند و به انزوا بکشاند و بر حسب به اعتقاد آنان متحد به تهدادشان با جامعه جهانی نبودند آنچه در افغانستان دیده می شود نسبت به کشورهای دیگر جهان ترمیم سری آن وجود ندارد نیاز به تعامل است و به همین خاطر خانواده از دولت ها وجود دارند که تلاش می کنند تا کمک کنند و در جایی که باید باشید و قرار نگرفته اید شما را به سمت درست سوق دهند برای آنان افغانستان به خاطر شرکت دوباره در جامعه جهانی در مکان درست قرار ندارد کشورهای عضو زمان تصمیم می گیرند که ما در سازمان ملل فضای آن را ایجاد کرده و این گفتگوها را ادامه بدهیم این برای ما بسیار مهم است که انجام دهیم چون نیاز است که مردم را قناعت داده ما با آنان و آنان با ما گوش دهند تا بتوانیم در مسیر درست حرکت کنیم با جز گفتگو با مقام های کنونی سازمان ملل متحد چه کارهایی را انجام می دهد تا زنان را به کار و دختران را به آموزش برگرداند بازدید ما یکی از کارهایی است که ما انجام می دهیم پیش از سفر به این کشور ما به شمار از کشورها رفته و مشورت داشتیم تا به گونه اجماعی فشار بر این حکومت وارد کنیم با زنان گفتگو کرده و با آنان امیدواری بدهیم که ما آنان را ترک نکرده ایم بیشتر از زنان می گویند که ترک نکنیم با جامعه جهانی صحبت کنیم که کاری و فعالیت های بشری را که انجام می دهیم ترک نکنند این موارد اند که باور داریم که می توانند افغانستان را دوباره در مسیر قرار دهد. ده <تصفح> <تصفح> طالبان در صدد بر رسمیت یافتن هستند. آیا گزینه بر روی میز سازمان ملل متحد برای بر رسمیت شناختن آنان به عنوان یک حکومت مشروع در افغانستان وجود دارد؟ Well, ماموریت وجود دارد که آن را یونما می نامند و آن وکالت نامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در اختیار دارد که شماره از مواردی که ما آن را می خواهیم ببینیم در آن درج است حکومت همهشمول که تنوع در نمایندگی داشته باشد که معنای آن این است که زنان نیز در آن شامل باشند از همین رو برخی از شرایط وجود دارد که به افغانستان گذاشته شدهاند که آن را در نظر بگیرند این تصمیم است که افغانستان می گیرد و در حال حاضر مقامهای کنونی دارد. دارند و ما به خاطر این تصمیم نیاز داریم با آنان تعامل کنیم الانی دا دارند که همه میارهای بر رسمیت شناخته شدن را به عنوان یک حکومت مشروع برآورده کردند کاملا این چیز است که آنان در جریان گفتگوهایمان به من گفتند من پیام آنان را دوباره به دولت اعضا خواهم برد و این دولت های اعضا تصمیم می گیرند که آیا آنان قانی هستند یا خیر در دیدارتان با وزارت خارجه از شما خواسته شد تا کرسی نمایندگی دامی افغانستان را در سازمان ملل به دست بیاورند که در حال حاضر تعلیق شده است آیا برنامه برای تسلیم این کرسی به طالبان وجود دارد فکر می کنم که این همه شامل یک بسته است و اطمینان حاصل شود که شما به قوانین، نرم و حقوق جامعه جهانی متحد هستید اگر آنان این همه را انجام دهند ده من می پندارم که همه چیز به پیش خواهند آمد اما نه در این مرحله و نه هم کشورهای آزو در چنین شرایط تصمیم می گیرند یکی از مسائل مبهم و چیزی که به مردم روشن نیست انتقال 40 میلیون دلار در هر و یا هم در دو هفته به افغانستان است این پول چگونه به مصرف میرسد در حالی که ما به کاهش شاهد افزایش میزان فقر در افغانستان هستیم چهل میلیون دلار در هفته نمیتواند مسئله فقر افغانستان را حل کند چیزی که انتقال می شود خدمات بشری بوده و به خاطر رسیدگی به نیازمندی های فوری زنان کودکان و خانواده ها است به شما اطمینان می دهم این پول که از طریق سازمان ملل به جای می رود که باید برود یعنی به زنان کودکان خانواده ها و نجات زندگی مردم اگر نه طالبان و نه هم جامعه جهانی از موقف گیری های سخت گیرانه در برابر یکدیگر عقب نروند فکر می کنین که افغانستان و کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ Well, امیدوارم به آن نقطه نرسیم چون اگر این تقابل وجود داشته باشد معقوله وجود دارد میگویند که در جنگ میان فیل ها سبزه ها پایمال می شود یعنی مردم، زنان و کودکان، خانواده ها و جوانان و آینده آنان یقینا که جامعه جهانی و سازمان ملل به خاطر تداوم تعامل کار می کنند نه اینکه موقف تقابل داشته باشند چون ما اهمیت آن را میدانیم و امیدواریم که طالبان تا زمان یافتن یک راه سازنده بر تدام تعامل با ما ادامه دهند. We'll آیا سازمان ملل متحد برای پایان بحران افغانستان کدام نسخه دارد؟ آیا ما کدام نسخه داریم؟ بله. ما نسخه را تجویز نمی کنیم، تعامل می کنیم، موافقه و گفتگو می کنیم، نسخه را تجویز نمی کنیم. بسیار زیاد تشکر به شما آرزوی موفقیت می کنم می خواهم بگویم که صدای رسا و در همبستگی با همه زنان افغانستان هستم ما با آنان هستیم و امیدواریم که به یک جای برسیم این کشور است که ما در آن سال آسایش داشته و یک بخش از همکاری و کمکان باشیم بسیار زیاد تشکر خانم آمینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد بسیار زیاد تشکر از وقتتان